فراخوان بین المللی مقاومت ایران برای نجات سه زندانی سیاسی جوان کرد. معترضان خشمگین کنسولگری رژیم ایران در بصره را به آتش کشیدند. دونالد ترامپ خروج از برجام را از موفقیت‌های سیاست خارجی آمریکا اعلام کرد. مقاومت ایران به عموم مراجع بین المللی مدافع حقوق بشر برای اقدام فوری برای جلوگیری از اعدام سه زندانی سیاسی کرد، زانیار و لقمان مرادی و رامین حسین پناهی فراخوان می‌دهد. سکوت در مقابل این اعدام‌های خودسرانه در تعارض آشکار با اصول و ارزش‌های به رسمیت شناخته شده بین المللی است. مقاومت ایران از عموم مردم به ویژه جوانان دلیر کردستان می‌خواهد که به همبستگی با این زندانیان سیاسی و اعتراض علیه این احکام جنایتکارانه و قرون وسطایی برخیزند. سلام بینندگان عزیز. با در یک نگاه در خدمت شما هستم. معترضان خشمگین عراقی روز جمعه به کنسولگری رژیم ایران در شهر بصره یورش بردند و ساختمان این مرکز را به آتش کشیدند. فمصادر محلیه تحدثت عن ان محتجین حاصروا القنصليه الايرانيه في المدينه. خبرگزاری رویتر، خبرگزاری فرانسه و رشاتودی به آتش کشیدن ساختمان کنسولگری رژیم ایران در بصره را تایید کردند. ویدئویی از حضور معترضان در اطراف کنسولگری منتشر شده است که شعارهایی در محکومیت دخالت رژیم ایران در عراق سر می‌دهند. دونالد ترامپ در یک تجمع انتخاباتی در ایالت مونتانا خروج از برجام را جزو موفقیت‌های سیاست خارجی آمریکا دانست. وی برجام را توافق بد نامید و گفت رأی به جمهوری خواهان در انتخابات کنگره آمریکا را در برابر توافقات بد مسئول خواهد کرد. دیگر کشور خارجی جرأت نمی کند با ما بازی کند. به توافقات طی 4، 6 و یا 8 سال پیش نگاه کنید و آن را با کارهای دولت من مقایسه کنید. نمونهش خروج ما از توافق بسیار بد اتمی بود. شما شاهد نتیجه آن هستید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به روسیه و رژیم ایران نسبت به حمله نظامیان اسد به ادلب هشدار داد و گفت این حمله به قتل عام منجر خواهد شد. وی که در تهران به سر می‌برد از سران رژیم آخوندی و روسیه خواستار موافقت با آتش‌بس در استان ادلب شد و گفت چنین پیمانی می‌تواند یک پیروزی برای اجلاس آنها باشد. آخوند امامی کاشانی در جمعه بازار این هفته تهران نسبت به برنامه ریزی برای سرنگونی ابراز نگرانی کرد و گفت باز این ترامپ خبیث تو صحبتاشه میگوید که جمهوری اسلامی در ایران به خاطر اینکه عمل دولت رو مورد اعتراض قرار میدهن در حال سقوطه. ببینید چه دشمن چقدر برنامه ریزی داره میکنه. وی به تنفر مردم از ولی فقیه ارتجاع اعتراف کرد و گفت بعدم درباره رهبر معصم انقلاب اگر خوبم بخوان حرف بزنن میگوین حرف میزنن ولی حرف ایشون رو گوش نمیدن. پس بنابراین بایستی نظام جمهوری اسلامی رو باش خداحافظی کرد، باید کنار گذاشت. با سپاس از همراهیتون تا در یک نگاهی دیگر، خدا نگهدار.